بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و احترام خدمت همه شما مؤمنین و عزیزانی که ازادار هستید و قلب و دلتان محزون است به ازاداری سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین و رخت ازا برتن کردند و شال ازا برسر سر کردند قبول باشه همه ازاداری های یک یک شما عزیزان هموطنم و آرزو میکنم که همگام باشیم با برنامه روشنا که از شبکه هادی بخش فارسی دری تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت یک, یک می داشته باشیم و بیاییم چشم دل خودتان را باز کنیم و سلام میکنیم از راه دور بگویم السلام سلام علیک یا ابا عبدالله و اینگونه هست که مطمئن باشیم که سلامهایتان را میپذیرند و آرزومند بهترین هستیم برای یک یک شما عزیزان شما دوستاران همیشگی برنامه روشنا که امروز هم با ما همگاما همراه هستید اما خانم حسنات عزیز امروز کارشناس برنامه ما هستن سلام علیکی میکنیم و موضوع بسیار مهم میره که با شما عزیزان میخوایم امروز صحبت کنیم نقش زنان قبل از صحنه پس اول خانم حسنات عزیز را که حضور دارند در استودیو خدمتشان سلام عرض میکنیم و خوش آمدید میگیم و بعد از اون میپردازیم به صحبت خودمان سلام خانم حسنات و قبول باشه ازاداری هایتان رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بل عاقبت للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد و آل و اللهم صل محمد و آل سلام و ادا احترام دارم به حضور شما هار گرامی و همکاران محترم شما در استدیو و همچنان خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و متنان خوب ما و هزل ارز تسلیت دارم ایام سوگواری عزت عبدالله الاسعین را به خدمت شما محبان اهل بیت علیه السلام زنده باشین جان سپاس تشکر میکنیم و از نال بیننده متوجه هستین که زنان در عصر تاریخ نقش آفرینی های زیادی داشتند. به خصوص در صحنه قیام کربلا و آشورا زنانی که دلاورانه دو شادوش مردان خودشان همکاری کردند فعالیت کردند و نشان دادند که زنان هم می توانند در تکلیف اجتماعی خودشان قدم بردارند و در ظلم و بیداد و نابرابری و بیعدالتی مرد و زن نمیشناسه و زنان هم میتونن مشارکت داشته باشند و سهم بزرگی داشته باشند مردان در مدار خودشان و بر اساس توانمندی ها و مسئولیت های خودش و زنان هم در مدار خود با توجه به توانمندی ها و مسئولیت های خودش و این نشان دهنده ای هست که نقش زنان در صحنه آشورا قبل از آشورا و خود آشورا و حتی بعد از آشورا بسیار بسیار اهمیت داشته و امروز میخوایم که با شما عزیزان نسبت به این مورد گفتگو داشته باشیم خانم حسنات نقش زنان در عرصه تاریخ خب بر حال تحقیق شده و بسیاری از بیرنده عزیز ما هم متوجه موضوع بودن و تاریخ را مطالعه داشتن و بسیار بسیار شنیدن که زنان در تاریخ بسیار فعالیت ها داشتند و خانم حسنات ما میخوایم بیایم این موضوع را بررسی کنیم که در صحنه آشورا و قبل از آشورا زنان ما چه نقشی داشتن میخوایم نقش این زنان را بررسی کنیم و بیایم با زنان امروز هم مطابقت بتیم و بگوییم که زنان امروز چه باید بکنن و چه درس باید بگیرن و چگونه از اون زنان بزرگی که در قبل از آشورا و روز و بعد از او فعالیت داشتن چگونه میتونن الگوی ما باشن؟ بسیار خوب ما در طول تاریخ بشریت و در ادیان الهی زنان شایسته مؤمن موحد و پاکدامن و یک تا پرستی داشتیم که اینا در بین جامعه و مردم و همه ملت ها الگو و نمونه بودند بله. چرا؟ به خاطر که برای حفظ ارزش ها به خاطر که برای خوی و خواس و فضائل انسانی تلاش کردن هم خودشان را بسازند با هم در جامعه فرزندان تربیت بکنند و بتانند خود را طور معرفی بکنند که می توانند دوش ها دوش مردان فعالیت های فرهنگی و انسانی داشته باشند و با همه مردم را به سوی خوبی ها و رستگاری ادایت بکنند از جمله مثلا حضرت مریم علیه السلام سلام الله علیه ها حضرت آسیه حضرت خدیجه اینا زنان بودند که در طول تاریخ فقط کارهای مثبت از اینا در بین جامعه خیلی خیلی رواج پیدا کرد که اینا الگو امون نمونه زنان شدن که باید. در تاریخ بشر البته موثر بودن و همچنان از زهرا سلام الله علیه علیها خب ما میبینیم که در تاریخ آشورا در سال 61 اجری وقت قیام و نهزت خونین امام حسین علیه السلام به وقوع است ما میتونیم بگیم که زنان زیاد در این عادثه با امام حسین علیه السلام امرزم و امریکا بودن بله اول ما مراجعه میکنیم به زنانی که با تعاصی زنان ادیان الهی رو به این طرف اینا مؤمن و فداکار بودن دینمدار بله. بودن و فعالیت های خوبی داشتن در جامعه و الگو بودنشان برای ما خیلی مهمه که ما در درس عبرت و بله، درس انسان بله، بله. ساده فعالیت ها و مشارکت هایشان در مسائل اجتماعی، فرهنگی،, فرهنگی. سادی، سیاستی بله، سیاست چون خیلی از مردان مومن در کنار این زنان بودن و زنان هم در کنارشان بالاخره درس که دیگه میگرفتن بچه ها و اولاد و فرزندان خوب تربیت بله. کردن ما در آدس آشوران وقتی با تاریخ اسلام نگاه میکنیم می بینیم که زنان زیادی قبل از قوی این عادثه روز آشورا قبل از آشورا اینا کارساز بودن زمین ساز بودن و نقش آفرین بودن از جمله مثلا ام سلمه امسر پیامبر گرامی اسلام در زمان که امام حسین علیه السلام قیام کرد درست. اینا در قید حیات بودن در داره. مدینه زندگی میکردن درست اما به خاطر این که زیاد ارادت به خاندان نبوت داشتن و به فرزندان پیامبر اینا مهر و اطوفت می و همیشه تاریف و تمجید می برای تبلیغ و ترویج دین بر حق اسلام وقت امام حسین علیه السلام قیام کرد اینا در مدینه تبلیغ و ترویج داشتند بله یعنی همگان را دعوت میکردن که امام حسین با امام حسین برن یک جاشن در کابش بجنگی بله. بر حق بودن امام حسین بر مردم ثابت میکردن درستان. مردان و زنان مدینه تشویق میکردن تبلیغ دین میکردن تبلیغ دین میکردن. بله. معرفی بله. اهل و اینه که از وظایف ناب اسلامی این خانم بود این اه. بانوی مکرمه خیر بانوی متدین بود با هستر که همسالی نتانست که با اینا امرا و هم سفر بشه ای در همون منزل خودشان این کار میکردن درست؟ اصلا در مدینه کاملا اینا زمین ساز شدن برای این که اما امگان برن و برای قابه سید شهده علیه السلام باشن خب این که زن بسیار از شخصیت بالای برخوردار بود خود زن پیامبر بود مردم دوستش اشترام داشتن به ایشان و روی حرفشان اصاب میکردن بالاخره مردمم تشویق شدن که بلد. با امام زمانشان امریکا باشن و بسوی کوفه با امام حسین علیه السلام در عرکت باشن دیگر از زنان متدین خوب و پاک دامن و محبه حال و بید حضرت فاطمه ام بود بله خب اینام در مدینه بودن در سفر کربلا با امام حسین علیه السلام امرانه بودن ام مادر, مادر, حضرت, عباس. عباس درست اینا هم مشابق مردم می و هم مشابق فرزندان خود نسبت به اون محبت که با پیامبر و آلش داشتن با امیر مؤمنان داشتن و فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها دوست داشتن برای این که چهار تا پسر خود را به سفر کربلا و امرا امام حسین فرستاد برای دیگران مشوق می شدن یعنی ببینید تربیت نیک و انسانی این بانو باعث شد که چهار تا از مردان پاکباز به خصوصا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و برادرش امریکا بلد. باشه و با درس شامت و انسانسازی و اطوفت و مهربانی و ادب و کرامت به دیگران یاد بده دقیقاً. ما فشانی جانفشانی حضرت عباس که میبینیم واقعا به یقین میرسیم که مادر والا مقام در کنار این شخصیت بزرگ بوده که بله. مشابقه شان شده که بالاخرین ها و سفر کربلا امام حسین یعنی تربیت شده. شده دستان همچون مادری مادر ام البنین شجاع دلر بله. دلیر که تانسته هم یک فرزندانی را هم تربیت کنه که در کنار امام حسین در کربلا بودن. بله, چه فداکاری هایی کردن بله خب اینا میگیم که انسان هایی بودن که یک زمینه سازی بزرگ در این جهاد بزرگ در تاریخ اسلام انجام دادند خودشان حضور نداشتن اما باقی ماندن به کنار مثلا شاید بگیم اطفال یا کودکان یا در خانه مشکلی که داشتن اما پسران خود که چهار پسر بود بله. بیاری امام حسین در سفر کربلا خب این هم دل و جرات میخواد بله شهامت میخواد مثلا دیگه مادران اگر باشه باعث میشن که خب نبخشیده نرین برای چی برین اینا خوشته میشن شهید میشن شما برای بله چی برین اما اینا تشویق دیگرم کردن یعنی باعث شدن که چهار تا فرزندشان با کمال میل با مهربانی و با ادب هم سفر با امام حسین علیه السلام دقیقا ماشد. و این گونه تربیت مادران و انسان سازی مادر که نقش اصلی مادر و مسئولیت اصلی و وظیفه اصلی مادر هست در زنانی که قبل از حادثه آشورا فعالیت زمین داشتن. ساز بودن. همین تربیتشان زمینه ساز بله، قیام این... آشورا بله. و موفقیت ها و پیروزی های روز آشورا بودن اگر اجازه شما باشد خانم حسنات عزیز و محترم ما میان برنامه ای آماده داریم تقدیم عزیزان بیننده داشته باشیم و بعد از او در ادامه صحبت های خوهر خوم و خانم حسنات را خواهیم شنید قبول باشه ازاداری های یک یک شما هموطنان عزیزم که در جمع خانه و خانواده و اجتماع فعالیت میکنین و خصوص شما مادر عزیزی که تلاش میکنی که با ازاداری های خودت و با بسیاری از گفتگو و مسائل هایی که در خانه انجام میتی با فرزندان خودت قیام آشورا و محرم را برای اونها توضیح میتی توجیح میکنی و کوشش میکنی که فرزندانی تربیت کنی که حسینی باشند و زینبوار زندگی خودشان را پیش ببرند. انشالله که قبول باشه و عجرت با امام حسین علیه السلام بیننده برنامه روشنا هستین شما عزیزان و موضوع قیام آشورا و زنانی که قبل از قیام آشورا فعالیت داشتند تلاش کردند و از خودگذشتگی هایی را نشان دادن اون زنان را امروز بررسی میکنیم گفتگو میکنیم نسبت به آنها و ببینیم که چه کردن کتاب امروز نام و یادشان زنده هست خب خانم حسنات از زنان و بانوانی که شما یاد کردین ام سلامه بود که گفتین که چه قدر میتونن در تبلیغ دین باشد. فعالیت داشتن و تلاش کردن خوش و نام و یادشان تا به امروز زنده هست کاش که ما هم بتانیم همه قدر فعالیت کنیم به خاطر دین به خاطر احیای دین و به خاطر ازی که اگر ظلمی در جایی هست و ناعدالتی و بیعدالتی وجود داره ما هم سکوت نکنیم و بتانیم که فعالیت داشته باشیم و همچنین ام البنین گفتین که چه قسم فرزندانی فرزندان. تربیت کرد فرزندی چون اول فضل العباس که در کنار برادرش امام حسین علیه السلام چقدر از خودگذشتگی و ایثار کردن خب باز هم زنانی هستن و بانوانی هستن حتما در طول تاریخ انشالله میخوایم بشنویم برلاوه هندو بانوی عزیز و والا مقام که ما در تاریخ اسلام داشتیم که قبل از این قیام فعالیت داشتن و زمینه را مساعد کردن که جهاد و قیام آشورا صورت بگیرن با تشویق مردم، با تشویق فرزندانشان، امسرانشان ما یک خانم دیگر هم معرفی بکنیم یکی تا از خانم های خوب و شخصت های برجسته که در اون زمان در کوفه و در بصره زندگی میکردن یکی توها هست توها خانمی هست که در کوفه زندگی میکرد از جمله دوستداران اهل بیت علیه السلام محبان امیر المؤمنین و خیر زن پاکباز باز و مجاهده بود بله. کی زمان که پسر عموی امام حسین و سفیر امام حسین عزت مسلم ابن عقیل رسیدن به کوفه و بعد از تبلیغ و تربیج و صحبت سخندانی بین مردم مردم یک بار این تناه گذاشتن و این آقا بی پناه شد در بین کوفه اما این خانم توعه با اون جرأت و محبت و ارادتی که داشت در اون زمان مسلم ابن حقیله به خانش پناه میده و جا میده و میخواه که از گیر سربازان ابن زیاد نجات پیدا بکنه دوباره زنده بمانه و برگرده برای امام حسین متاسفانه وقتی که اینا آمدن به خانه توها امسر و فرزند این خانم درست. گزارش دادن به سربازان ابن زیاد و مسلم ابن عقیل با شهادت بله یعنی بله. میتونم بگیم این زن خیلی با و جمله محبان ناب مم. امیر مؤمنان علیه السلام بود بله. دیگر خانمی که خیلی مبارز فرهنگی مم. جهادگر و با شهامت بود در شهر بسره خانم ماریه بنت سعد بود بله. یعنی امروز ما میتونیم که بگیم به عزیزان و بانوان که در جامعه مرکز فرنگی دارن فعالیت های فرنگی دارن دروس او تدریس میکنن استاد دانشکن، برای از که ارزش های انسانی رو روی کار بگیرن یعنی نه کار فرهنگی میکنن که با اصلاح ما مطابقت دارن درست. لذا این خانم یعنی ماریه بنت سعد خانه‌شان در بسره بود خانه خود را پایگاه فرهنگی از امام حسین قرار داده بود یعنی برای کل ائمه داشت فعالیت میکرد درستان. اما در زمانی که شروع جهاد امام حسین به وقوع پیوست اینا آمادگی خود اعلام کردن اصلا در بین خانه اینا فقط مناقب و فضایل اهل بیت گفته میشه خوشا به حالشان در واقع خانه بله. فعال فرنگی که میگن بسیاری می گن... از افرادم باشن که سر خانه خود میگیرن تک خانه جور میکنن بله, بله. که مراسم عزاداری ولی بله اینا کار میکردن که الله. مفید واقع بشه عادی کرد برای لایزه تبلیغ خانه دین بله. معرفی دین حتما در اون خانه جلسات صورت می بله. شصای بین مسلمین بین شیعیان امه علی علیه السلام لذا وقتی که قیام و این نهزت به صلاح چیز بود بالات آمادگی بود بر از طرف امام حسین علیه السلام این بانو خبر بود خود آمان ساخت و تمام جوانان بسرار جمع کرد در این خانه امر رو بستیش کرد و به سمت کوفه رخ سپار کرد که با امام حسین علیه السلام امریکا بود بله هم سنگر و هم جهاد باشن حالا مثلا این رفتارهایی که داشتن و کارهایی که انجام دادن از روی اتفاق بوده یا نه؟ آگاهانه بوده این کارهایشان؟ ما میگیم کارهایشان، اموراتشان، فلیتهایشان شعوری بوده چی یعنی بوده؟ یعنی شعوری بوده شعور یعنی آه. از روی حقل و درست از روی تعقل و ایمان و اون تصمیم و اراده که خودشان داشتن بله. برای خود انتخاب میکردن و بالاخره معرفت و شناخت واقعی, که داشتن. داشتن نه این که خود به خود به قروب یا مثلا اینا بگن که و حالا پیش آمد خوش آمد بین که کار انجام بدیم یعنی از روی برنامه ریزی بود چنانچه که در آینده انشاءالله خدمت بینندگان عزیز میگم که کارهای امام حسین علیه السلام با توجه به علم و نبوغی که در این علم لدنی خود داشتن تسلیم و اراده داشتن تسلیم می که چی کار باید بکنن آیا زنان را با خود ببرند، نبرند، در سفر کربلا با اینا زنان هم سفر باشند، نباشند بله. یعنی تسلیمشان خدایی و الهی بود و علمی که داشتن نسبت به زمان و مشکلات زمان بله. تسلیم گیری میکردن. این زنان همچنان، یک زن دیگه هست که از قبیله ابن وائل و یعنی زنان خوب و برجسته مومن با شجاع مم. در زمین که اینا ایش از دشمنان اهل بیت به خود را نمی دادن و جرأت کامل داشتن و تا همسران خودم تشویق میکردن کردن بچه های خودم تشویق میکردن که در این قیام ها در این فعالیت های فرنگی در این نهزت سعیم باشن بله. پس ما میگیم که بله زنان میتوانند با اون شامت و با اون غیرت که دارند با اون احساس خوب و عاطفی که دارند در وجود خود میتونند در مسیر خوب و الهی همیشه هم با مردا کار و فعالیت داشته باشند بله. از جمله زنان که دیگر از زنان خود امام حسین علیه بود به اسم لیلی در بعد جامعه خانم لیلا ها میگن که ام لیلا بله. لیلا مادر علی اکبر بود میگن در سفر کربلا حضور نداشتند درستان. اما در مدینه بودن یا میگن فوت کرده بودن تاریخ دقیقشان مشخص نیست ولی طور فرزند خود را تربیت کرده بودن که در مقابل امام حسین علیه السلام با کمال ادب انسانیت احترام و محبت به این ذایی که در راه خدا میخواستن ادامه بدهند تربیت کرد مهم. شما ببینید که باز انشالله در تاریخ دوستان ما مطالعه کردن که این جوان رسیده تقریبا میگن زیر 20 سال عمر داشته چه قدر با ادب با رعایت شونات انسانی و اسلامی در روز آشورا از اولین جوانان بنی آشم بود که به شهادت رسید بله. و همه میگن که این ادبی زی و این اخلاق نیک انسانی زی که در مقابل پدر داشتن از سر تربیت مادرشان بود که ایشان را بس بس سلام. بله, بله. تشویق بله. کرده بود اینا را جوان کرده بود بزرگ کرده بود بله حتی میگن در روز آشورا نخواست که دل پدرش برنجانه آزرده کنه امام حسین علیه السلام را آمد پیش امه خود زینب مم. که من نمیخوام برم پیش پدرم و اجازه بگیرم که من میرم به میدان جنگ و جهاد پدرم ببینه و به صلاح دلش بسوزه بله. یا نا امید بشه مم. یا جور حضیت بشه تو با پدرم بگو همه جان شما بگن به پدرم که علی اکبر میخواد میدان بره خب امام حسین علیه السلام دریغ نکردن اجازه ای که اونا کسب کرده بودن برشان اجازه دادن مم. وارد دا میدان جهاد و بله. بله،, بله. یعنی ما میتونیم بگم که زنان ناب که اینا در شروع و شروع په این جهاد خیلی سهیم بودن بالی. و تاریخ شهادت بودن. میده و از این واقعیت هم انکانا پذیر است که ما چشم پوشیدن دقیقاً کنم. حالا خب میان برنامه ما آماده نشت داریم. فقط این رو میگویم که خانم حسنات ببینن وقتی که یک گپ پیش میایه مثلا یک جنگ اگر پیش میایه بسیاری از مردانی که در جنگ میخواین شرکت کنن دلشان باید از زنان و فرزندان خودشان خاطرشان جمع باشه دلشان پر باشه به این که اونها محفوظ هستن اونها مثلا اگر اینا به شهادت برسن صدمه به اونها نمیخوره یا اونها حفظ میشن ولی در قیام یعنی نمیخواستن آشورا. مردانشان رو به خاطر این موضوع خاطرشان کاملا جمع بود چرا بله. چون میفهمیدن که زنان و کودکانی که هستند در صحنه آشورا همون زنان قدرتمند و زنان با وفا و فداکاری هستند که همراهشان حضور پیدا بله. کردن با دل و جان و با فداکاری های خودشان میخواستن در صحنه آشورا در قیام آشورا حضور هم داشته باشن از آن وقفه تقدیم شما عزیزان و با ما باشید لبیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین از راه دور سلام میکنیم و خدا را شکر میکنیم که توفیق داد به ما امسال هم که ازاداری امام حسین را انجام بتیم و امیدوار هستیم که همزمان با ازاداری های خود ما بیایم تحقیق کنیم و ببینیم که قیام امام حسین چرا و چگونه اتفاق افتاد و چه زنانی و چگونه تانستن دوش شادوش مردان خودشان فعالیت کنند و مشارکت اجتماعی داشته باشند و چه درسی میتونه برای ما و شما عزیزان باشه و به خاطر همین موضوع هم ما گفتگوهای در برنامه روشنا داریم نسبت به همین موضوعات که بتانیم بررسی کنیم و ببینیم که نقش زنان چگونه بوده و ما باید چگونه باشیم و چگونه برنامه رزی در زندگی خود ما داشته باشیم که مطابقت کنه و زندگی آنها و آنها الگوی خوبی هست برای ما و شما عزیزان در رابطه با نقش زنان قبل از آشورا صحبت میکنیم و زنان بسیار خوبی را هم اسمهایشان و فعالیتهایشان را خانم حسنات عزیز بیان کردن برای ما و فکر میکنم که هنوز هم باقی هست درست است؟ خدا رو شکر میکنم که زنان موفقی داشته ما در عرصه تاریخ بله. که اینگونه نام و یادشان تا به امروز زنده هست و افتخار میکنیم با وجود زنان با شهامت و, بله، و با و... فداکار فعال. اصفه صبر بله. و مقاومت مخانم. و هرچه خوبی ها هست در سفر خود کربلا که سعید و شادا در حال حرکت بودن از خود مدینه زنان آشمی و غیر آشمی با امام هم ام سفر شدن خب دلائلش که ما میگیم زنان با امام حسین هم ام سفر شدن پار کوفه شدن انشالله بعدن ذکر میکنم ولی فعلا میگم که چی زنهای با چی شامتی با چی از ما اراده اینا پا و پای مردانشان عرکت کردن بسر کردگی ازت زینب سلام الله علیها دختر پاکباز با جرعت فداکار امیر مؤمنان و ازت زهرا سلام الله علیها بله. ما در مسیر راه یک تعداد از زنانی را فقط تنها امسره زهیر را نام میبریم که دلهم نام داشت و این زن زنی بود که شوهر با شخصیت درست. تجار پیشه و خیلی هم به لحاظ شخصیت اجتماعی که بهرمند بود تشویق میکنه که امرای امام حسین علیه السلام امریکا شوند خب چی زمانی خب ما که زن... در بین این را یک زنان بودن که هم باعث شدن مردان خود بله. با امام حسین امرا کنن خب زمانی که امام حسین علیه السلام برای رفع خستگی در یک جای اینا به اصطلاح وقفه کردند که میخواستن استراحت بکنن و زن و هم استراحت بکنن از دور خیمه زهیرم نصف شد بله یعنی او هم میخواست که به اصطلاح وقت بگیره یک استراحت بکنه بله، اقامت کرده بودن اقامت کرده بودن و میخواستن رفع خستگی بکنن که امام حسین علیه السلام با علم و آگاهی که داشت چشمش به زهیر افتاد و یک سفیر سفیر کرد. پیام رسان را پرستاد دنبالشان که سلام برسان و زهیر بگو امام حسین بعد کار داره بله شما دعوت شدید که باید پیش امام حسین علیه السلام بیاید میگن این سفیر که آمد چشمش به زهیر افتاد زهیر به آل غذا خوردن بود خطاب کرد که زهیر فرزند امیر مؤمنان حسین ابن علی با شما کار دارن میخواین شما رو ملاقات کنن شما رو ببینن میگه اینجا زهیر تصمیم گرفت که نره اصلا خود نشان نده درست و غذایش هم بخوره و دوباره پس برا میفته و به سمت که میخواد عازم سفر خود بشه ولی زن زهیر دلهم یعنی چی زن با جرعتی بود و چی محب نابی بود که خواست شوهرش باید لبیک بگه پاسخ بده به سفیر امام حسین علیه السلام و اینا برن به پیش امام حسین صحبت بکنن که چی کار دارد چندین مرتبه زهیر سر بازد اما امسرش باعث شد که غذای خود ناخورده باید پیش امام حسین شرف یاب بله این صحبت های همسرش بودن تشویق همسر امرایی محبت و عاطفه و همشنا شاید بگم دیگه که محبت عاطفیشان نسبت به اهل بیت هم زیاد بوده بلی. که نخواستن حرف امام حسین را رد بکنن و سفیرشان را امید برگردانن گفت باید شد که باید حتما بری و پاسخ بدی حالا مثلا ببینیم مطالعه و تحقیق یک زن اینجا نشان میده که حتما تحقیق داشته مطالعه داشته جستجو کرده که بتونه سلیقه‌ای داشته معرفت داشته باشه بله. بله، یعنی خاندان اهل بیت اینا کاملا شناخته بودن و معرفت کامل داشتن و تسلیم بودن تا اندازه شناخت داشتن که نخواستن شوارش تر باز بدنه. یعنی قدر باعث شد که شوار خدا مجبور کرد امه. که از سر صفری قیا کاسه قضا و برخیزه و بعد پیش امام حسین علیه السلام بره اینجا میگن شهامت این زن به حد تاثیر کرد که وقتی زهر و پیش امام حسین علیه السلام رسید یک سری صحبت های چند لحظه ای بینشان صورت گرفت امه. یعنی با اون تشویق همسرش با صحبت های امام حسین که این آقا رو برو شد ظاهر این تحت تصدیر قرار گرفت که به مو زمین تصدیر گرفت که بیای به زن و پرزندش بگه که شما می برید آزادید آزادین اما برای کابل تمام مصر. مال و دارایی خودم بخشید بخشید در راه ما سرش گفت که تو می توانی آزادی بعد از من ازدواج کنی نکنی بمانی نمانی آرامان دیگر برای کابل ما مثلا رفتم و میخوایم که تا پای جانم امراشن استاد باشم بجنگم و در این را شهید باشم خب بالاخره این وضعیت که تغییر کرد از زهیر وارد خیمه امسرش شد و با امسرش گفت که ما دیگه از زندگی دنیا دست کشیدم از و دارایی خودم میدم به دیگران تقسیم میکنم اتا به شما و فرزندان خود خب در هم خیلی خوشحال شد که ببین چقدر قدر کار خوبو شد که همسرش بهش امام حسین علیه السلام شرف یاب شد و بالاخره عرف شرط نکرد یک نوع آقابت به خیری می دیدن یعنی خوبی در وجود این زن هم بله. و در وجود امسرش که خداوند خاص نار به سوی خوبی دعوت بکنه و لبیک بگن به سخنان امام زمانش و می بینیم که روز آشورا جان فدایی که زخیر نشان داد از جمله یارانی بود یاران برچسته امام حسین علیه السلام که در روز آشورا انگامی که نماز می خوان عزت سید شهدا و این با عبیب ابن مظاهر دو تا مسنگر به با بالای با تجربه و محب به اینا آمدن اعلام کردن به امام حسین علیه السلام که شما نماز بخوانید و ما امنیت بدن شما رو میگیریم. و در این صحنه ها زن زهیر همچنان حضور داشت یعنی در صحنه های کربلا زن زهیر بود حالا مثلا فقط دو دقیقه دیگه بله. فرصت داریم و آمان بود که زهیر در زمانی که امنیت بدن سید شادار گرفته بود تیرهایی که برای امنیت گرفته بودن به بدن سید شاد ها نخورد و بدن اینا اصابت کرد بله. با شهادت رسیدن بسیدن. این است از, از خوبی های زنانه که آه. یعنی تسلیم میگیرن در زندگی که در قبال خانواده و آینده و اجتماع چه کار مثبت انجام بدن که مورد رضای خداوند باشه بله. میبینیم امش مؤثر واقع شده زنانه بله. که در قبل از تاریخ هاشورا اینا زمین ساز بودن زن... که در از خود مدینه با امام حسین علیه السلام و زنانی که در بین راه و سطح را با امام حسین علیه السلام امراه شده و ما چه نتیجه میتونیم بگیریم برای زنان عصر امروز ما میتونیم بگیم که خب اگر معرفت انسانی به وجود هر باشه با وجود هر مرد باشه میتونه که درست انتخاب بکنه ما امروز در مقابل بعضی از اون او مثلا رواجه بده که در جامعه مفته در قبال جوانان ما در قبال فرزندان ما میتونیم به اینا توصیه بکنیم که مانند سید شهدا رای حق انتخاب بکنن چون اون آقا برای ما جنگید و جهاد کرد که ما رای حق با فرزندان خود نشان بدیم و خود ما مادران اولی که برای خودسازی خود تلاش بکنیم خود بسازیم تربیت درون خود نیکو بسازیم تا بچه های خوب برای اینده تربیت بکنیم لذا ما نمیتونیم خود کنار بکشیم و جدای از این مکتب بدانیم جدای از این قیام و از این نهزت بدانیم ما میتونیم آشورایی بمانیم آشورایی باشیم که فرزندان خوب تربیت بکنیم و باعث بشیم که شوهران همسران، فرزندان دختران پسران همه در این مسیر گام بردارن و تحت تاثیر تربیت مویید قرار نگیرن بله. تربیت نیک انسانی را انتخاب بکنن و لبیک یا وسن بگن و دعا کنن که آقا شما برای ما دعا کنید که ما عاقبت بخیر بشیم بچه های ما را خوب و رای درست انتخاب بکنن یعنی یکی از شهامت های زنان مسلمانه که بله. خود باید در این مسیر به تفاوت نگیرن در عرصه های فرهنگی در بله. برگزاری هم وظیفه همه زنان بله. هست که بتونن مشارکت داشته باشن مشارکت داشته باشن اگرچه در جهاد با امام حسین علیه السلام ولی برای ادامه راه امام حسین بله. بله. که عبارت از راه هدایت انسانی بشر درست درست. هست درست انتخاب بکنن و بچه بله. های آموزش بدن تشکر میکنیم خانم حسنات و حضور گرم همه شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراهی کردن امیدوار هستم که هر روز بیننده برنامه روشناب باشن التماس دعا یک دفعه دیگه میگم که ازاداری هایتان قبول حق خدا نگرد